بر اساس آمار سازمان ملل متحد تا ماه فوریه امسال زنان تنها حدود 24% از کل مجالس کشورهای دنیا حضور داشتند که این نسبت به آمار 11.3% سال 1995 رشد بسیار کمی محسوب میشه. اما در همین آمار اندک هم زنانی هستند که دست از تلاش نکشیدند تا بتوانند وارد دنیای مردانه سیاست بشن. امشب نگاهی میکنیم به تلاش چند نفر از اونها و از زبان خود آنها میشنویم که چه چالش هایی پیش روی زنانی است که میخواهند در دنیای سیاست تاثیرگذار باشند. فرین تقی‌زاده با چند نفر از اونها صحبت کرده. ما مریم سما هستم، نماینده مجلس، البته از ولایت کابل. 27 سال سن دارم. اسم من شبنم نسیمی هست. سن من 29 ساله. در لندن زندگی میکنم و عضو حزب محافظه‌کار هستم. من مهدی گلرو هستم. فعالیت دانشجویی داشتم و الان خودم رو یک فعال حوزه زنان میدونم. الگوی زیاد داشتم در زندگی خود. الگوی خانوادگی به مادر خود، مادر جانم است که چالش های زیاد داشته در زندگی خود. پناه آوردن به کشور نو بسیار سخت است، از زندگی نو ساختن و حمایت از ما و خواهر و برادر ما همیشه کرده که در تحصیل، در کار پیشرفت کنیم و کامیاب باشیم. الگوی سیاسی ما مارگرت تاتچر همیشه بوده از حزب محافظه‌کار. اونا در دنیای مردانه پای جای پیدا کردن و پای خود محکم گرفتن که زنم میتونه رهبر باشه و همیشه از اونا ما یاد میگیرم، مطالعه کردم کتابایشان و همچنان میخوایم که خانما در مناطق دیگه دنیا مخصوصا افغانستان هم قوی محکم رهبری کنن. اولین روزی که وارد پارلمان شدم هم حس امید داشتم به این که میتونیم تغییرات زیادی را وارد بکنیم، به خاطر از اینکه تعداد زیادی از جوانان راه پیدا کردن این دور در پارلمان و هم ترس و یک بار سنگینی که مطمئنا میتونه مسئولیت بیشتری را ایجاد بکنه. اگر شما خواسته باشین که در جامعه، البته این دیدگاه من است، تغییر اساسی وارد بکنین، شما باید بخشی از قدرت باشین، شما باید قدرت داشته باشین تا اینکه صلاحیت بیشتر داشته باشین و در تصمیمات عملا شریک بشین تا اینکه بتونین تغییری را وارد بکنین. نیمی از جامعه ایران رو زنها تشکیل میدن، اما توی مجلس شورای اسلامی میبینیم که اینطور نیست، توی کابینه میبینیم که اینطور نیست، توی خیلی از تو شورای شهر میبینیم اینطور نیستش. به عنوان مثال توی کمپینی که ما تشکیل داده بودیم به نام تغییر چهره مردانه مجلس، خیلی تلاش میکردیم که زنها بیان کاندیدا بشن، اما با یه مسئله مواجه بودیم به نام اینکه خیلی اوقات زنها خودشون هم باور نداشتن که میتونن بیان کاندید بشن و توانایی رو دارن که بیان کاندید بشن و این امکان رو دارن و این توانایی رو دارن که توی مبارزه سیاسی با مردها قرار بگیرن. یه جور انگار این اعتماد به نفس رو هم ندارن زنها، که خب به واسطه این تربیت، به واسطه این فرهنگیه که شکل گرفته، به واسطه عرفیه که وجود داره. این واضح است که اشتراک زنها در سیاست و در جامعه در بریتانیا بسیار زیاد است و مقایسه با کشورهای دنیا، اما این معنی نداره که چالش هنوز وجود نداره. و هدف ما از طریق 50-50 پارلمان کمپین این است که خانما و دخترایی که از اقلیت‌های و قوم‌های مختلف دگام هستند، اونا همچنان در سیاست و در جامعه شراکت کنند. مهمترین بحث خودباوری هست. تا ما زنان به خودباوری نرسیم و نقطه مشترک منافع همدیگر رو پیدا نکنیم، یعنی به همدیگر کمک نکنیم و آگاهی ما نه بیشتر بالا نبریم، بیشتر نخوانیم و دوچند آن چیزی که معمول هست، یعنی آن تلاش معمولی که هست نداشته باشیم، مطمئنا جدی گرفته نمیشیم. او چیزی که من یاد گرفتم این هست که من هیچ وقت منتظری نماندم که حق مرا کسی بده. من همیشه دنبال این بودم که خودم حق خدا بگیرم. گزارش بود از همکارم فرین تقی‌زاده. اینجا در استودیو آزاده پورزن، پژوهشگر حقوق بشر با ما هستند و همینطور سیما سمر، رئیس پیشین کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از کابل با ما. سوال اول رو از خانم سمر میپرسم. خانم سمر، شما در فضای از
در حقیقت فعالیت کردید، کار کردید، نه امروز و دیروز، شاید سالها قبل که حتی تصور وارد شدن زنان به مراکز تصمیم گیری آسان نبود. مهمترین مشکلی رو که شما تونستید برش غلبه بکنید چی بود؟ سلام به شما، سلام به بینندگان محترم تلویزیون بی بی سی. میخوایم از اجازه بدین که اول همدردی عمیق خود به قربانیان جنگ در سراسر دنیا و خصوص و قربانیان جنگ در افغانستان و حادثه دیروز در جلال آباد ابراز بکنم. البته من همون رقمی که شما گفتین 40 سال است که در مبارزه هستم، در سیاست هستم تقریبا. در وقتهایی که من شروع کردم کار در سیاست شرایط بسیار سخت بود. چیزی که مرا تونست سرپای مستاد بکنه اعتماد به نفس بود و تعهد خود من بود برای مبارزه. مشکلات بسیار جدی در جریان حوادث، در جریان امی سالهای جنگ در افغانستان ما بهش مواجه شدیم، به شمول تکفیر کردن و به شمول اهانت‌های بسیار زیاد، متهم کردن به مسائل دیگه. اما من مقاومت کردم به خاطر از اینکه میخواستم که نشان بدم که ما زنها میتونیم کارهای مثبت را انجام بدیم. خانم سمر، موانع زیادی بوده. سوال من این بود که بله. به نظر شما بلندترین مانع کدوم بوده؟ مثلا مشکلات قانونی بوده، سنت ها بوده، محدودیت های دینی بوده، یا تلقی خاصی از دین که شما اشاره کردید تکفیر شدید؟ کدام مورد بزرگترین مانع سر راه شما بوده؟ بزرگترین مانع وضعیت اجتماعی سیاسی افغانستان بوده، به خاطر از اینکه وضعیت سیاسی اجتماعی افغانستان، ما در حالت جنگ بودیم و در حالت جنگ خود ناامنی انسانی و به خصوص که ناامنی که باعث محدودیت کارهای زنان میشه، باعث یعنی ایجاد چالش در مقابل کارهایی که من انجام میدادم شده بود. ولی ما میخواییم بگویم که با تمام همی چالش هایی که وجود داشته در رابطه با سفر کردن و حتی آزادی بیان و یه تمام مسائل در گشت و گذار و اینا، ما تونستم که تصمیم را که گرفته بودم به او موفق شوم و نایل بیایم و کارهایی را که اراده کرده بودم انجام بدم. شما در سطح بین المللی حالا شناخته شده هستید خانم سمر. خانم پورزند، خانم سمر 30-40 سال پیش وقتی میگن شروع کردن بسیار جهان متفاوت بود. حالا چقدر آسانتر شده حضور زنان در عرصه های سیاسی، در جاهایی که میشه تصمیم گرفت، تصمیم ساز بود، مؤثر بود؟ من فکر می‌کنم خب خیلی آسون بودن یا دشواری حضور زنان بستگی به در واقع جایی هست که راجبش حرف می‌زنیم، کشوری هست یا سیر تاریخی تحول اون کشور یا اون منطقه هستش. اگر بخوایم مثلا در مورد کشورهای پیشرفته‌تر صحبت کنیم که همچنان همونجوری که خود شما هم اول اشاره کردین، حتی در کشورهای پیشرفته ما شاهد این هستیم که با وجود تمام سعی و تلاش‌های که شده، همچنان سهم زنان در مشارکت سیاسی در پست‌های بالا به خصوص خیلی قابل مشاهده نیست و جای پیشرفت داره. بنابراین میتونیم بگیم که خیلی همچنان حتی در کشورهای پیشرفته زنان روبرو هستن با مشکلات بسیاری که مثلا میگم اگر مثلا موانع ساختاری یا حقوقی از مشکل نباشه براشون، خیلی وقتا سیستم مرد سالارانه صحیح. هستش و مسائلی از این قبیل که مثلا تقریبا همه جا چنین مشکلاتی هست. بذارید من یه مقداری موضوع رو متمرکزتر بکنم. شما مادرتون یک وکیل بسیار شناخته شده هستن، پدرتون یک فعال سیاسی بودن، یک شخصیت بسیار شناخته شده بودن. برای شما چقدر فضا مساعد بوده که وارد جاهایی بشید که از نظر سیاسی تصمیم گیر هستند، حلقه های سیاست ورزی؟
اگر خب از کشوری که ما ازش میایم ایران بخوایم صحبت کنیم، یک مسئله که پیش میاد که به نظرم اینجا جای درستیه این بحث باز کنیم در موردش، اینه که تساوی جنسیتی وقتی واقعا تساوی هستش که این در واقع بحث در هم تنیدگی یا اینترسکشنالیتی درش باشه. بنابراین مثلا در کشوری مثل ایران اگر شما بگین که تساوی جنسیتی هست ولی زنانی که خب نزدیکترن به بخش حاکم فقط میتونن وارد مثلا مجلس بشن یا از فیلترهای مختلف بگذرن، پس بنابراین شما در مورد یک تساوی واقعی صحبت نمی‌کنید. پس بنابراین تساوی واقعی وقتی که از نظر عقیدتی، از نظر قومی، از نظر مذهبی، از نظر نژادی بتونید راه پیدا کنید به مناسب قدرت که بتونید در واقع مناسب قدرت رو به چالش بکشید. صحیح. در مورد من با وجود اینکه خب از خانواده میومدم که امتیازهای بسیاری داشت، اگر می‌خواستم در کشور خودم بمونم به هیچ کدوم از اینها دسترسی نداشتم، به دلیل اینکه خب برای کسی مثل من جایی نبود که وارد حیطه قدرت سیاسی و خانواده شما هم بیشتر دگراندیش بودن با در 30-40 سال اخیر با فضای حاکم موافق نبودن در ایران. خانم سمر، شما اگر بخواید از تجربه خودتون بگید به یک فعال سیاسی زن که در آغاز کار هست چه توصیه میکنید؟ به این دلیل سوال از شما میپرسم که شما تجربه تکفیر شدن رو هم دارید و هم تجربه این رو دارید که در جایگاه‌های بین المللی به عنوان یک زن مسلمان بعضی ها نگاهشون به عنوان یک الگو به شما بوده. تشکر شما. من فکر میکنم که توصیه من بر زنان جوانی است که به هر صورت ما باید اعتماد به نفس داشته باشیم و خود ما باور داشته باشیم که برابر مردها ما میتونیم کار رو انجام بدیم. وقتی اراده قوی داشته باشیم و تصمیم قاطع داشته باشیم، ما حتما به او به هدف خود میرسیم. در کشورهای در تمام دنیا البته مردها حاکم هستند و فضای مردسالاری در تمام جهان و سطوح مختلف حاکمیت داره. در کشورهای مثل افغانستان یا کشورهای همجوار افغانستان اینا متاسفانه مردسالاری حاکمیتش فوق العاده زیاد است. ما اگر اعتماد به نفس داشته باشیم و اعتقاد به این داشته باشیم که ما میتونیم تغییرات را ایجاد بکنیم، ما میتونیم که در مقابل نابرابری ها و در مقابل تبعیضات استادگی بکنیم، حتما ما استاده میشیم و موفق میشیم. خب خانم سمر، یه جای شک نیست که ما مشکلات بسیار میتونیم با مشکلات بسیار مواجه میشیم، ولی کار ناممکن نیست. صحیح. من تا یک نکته من می‌خواستم اینجا از شما بپرسم. به هدف برسیم. شما رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر بودی در افغانستان. حمایت سیاسی و حمایت تدارکاتی خوبی از شما میشد. در کشوری که بسیاری از فعالان سیاسی نامشون با نقض حقوق بشر گره خورده و جامعه هم مردسالار هست، تا چند اندازه تونستید اونها رو حسابده بکنید؟ تا چند اندازه تونستید خود شما گریبان اونها رو بگیرید به عنوان یک زن فعال حقوق بشر با کارنامه روشن؟ البته می خواهیم بگویم که بسیار حمایت سیاسی فوق‌العاده و حمایت مالی فوق‌العاده از کمیسیون حقوق بشر نشده. با تلاش هایی که قربانی هایی که همکارایم در کمیسیون مستقل حقوق بشر داده و مقاومتی که خود ما کردیم در مقابل نابرابری ها و ناملایمت ها ملایمت هایی که در جامعه افغانستان وجود داره، ما تانستیم به دستاوردهای بسیار خوب داشته باشیم. البته می خواهیم بگویم که در جامعه افغانستان که کلمه حقوق بشر کس استفاده کرده نمیتونست، آلی تبدیل شده به یک گفتمان در خانواده ها. این یک کامیابی است. حتی مخالفین مسلح حکومت افغانستان یا طالبا و نیروهای بنیادگرای دیگه که در مخالفت بسیار قاطع و جدی ارزش‌های حقوق بشری استاد بودن، حالا از کلمات از حقوق بشر یاد میکنن و از او استفاده میکنن و به نظر من یک دستاورد بسیار کلان است. من فکر میکنم که ایجاد نهادهای ملی مستقل حقوق بشر در افغانستان میتونه نمونه خوب باشه در کشورهای دیگه که در حال منازعه است یا در وضعیت افغانستان قرار داره. بسیار خوب. خانم پورزند، نگاه ما در این فصل از صدزن به آینده هم هست. از نظر شما چقدر جهانی که در اون رهبران زن بیشتر از شرایط فعلی باشند جهان متفاوتی خواهد بود؟ من فکر میکنم که خب همونطور که اول صحبتم گفتم،
اگر تساوی جنسیتی ما داشته باشیم تازه انگار کار ما شروع شده که وارد مرحله بشیم که زنها هم که نیمی از جمعیت جهان هستن بتونن دخیل باشن در تصمیم گیری ها. به طور مثال میگم گفته میشه که زنان اگر در مذاکرات صلح دخیل بشن احتمال پایداری صلح بیشتر خواهد بود. یکی از دلایلش اینه که زنان بر اساس تجربه‌ای که کارشناسان میگن اینه که از جهات مختلف نگاه میکنن به صلح و به جنگ و فقط این نیستش که تنها قربانی جنگ باشن. درسته که خیلی وقتا قربانیان بسیار از جنگ ها بیشتر زنا هستن در دراز مدت اگر نگاه کنین، ولی در وقتی که پای میز مذاکره میشینن در نقش های مختلف خودشون میتونن نقش آفرینی بکنن که مردها به تنهایی نمیتونن این کار بکنن. یا در مورد توسعه پایدار، اگر که توسعه بدون حضور زنان و در واقع گروه هایی باشه که بهشون تبعیض شده در طول تاریخ نمیتونه اون توسعه پایدار باشه. بنابراین آینده جهان به نظر من خیلی نگران کننده خواهد بود بدون حضور حداقل 50% زنان در سیاست. ممنونم آزاده پورزند پژوهشگر حقوق بشر اینجا در استودیو با من و همینطور سیما سمر رئیس پیشین کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از کابل با ما. و اما الهام پرنیان حیدری اولین داور زن در تاریخ کشتی ایرانه. او برای رسیدن به این مرحله با تبعیض‌های جنسیتی زیادی مواجه بوده. او در سال 2009 میلادی به کانادا مهاجرت کرد و به گفته خودش به دنبال علاقه اصلیش یعنی کشتی رفت و با شرکت در کلینیک‌های داوری وارد دنیای داوری کشتی شد. الهام حیدری در گزارشی که کاوه مشکات تهیه کرده از داستان علاقه خودش به کشتی و ورودش به این رشته ورزشی میگه. قبل از اینکه داوری رو شروع کنم خب با کشتی غریبه نبودم. من یادم بیاد که هر سال از زمانی که بچه بودیم شهریور ماه منتظر بودیم مسابقات جهانی کشتی شروع بشه بشینیم پای تلویزیون. میگم فراتر از علاقه بود، به خاطر اینکه دایه من کشتی ها رو تحریم میکرد، کشتی ها رو خیلی قشنگ از یه نگاه متفاوتی میدید، این نگاه رو من منتقل کرده بود و من در واقع در فهم و تحلیل کشتی خیلی قبل‌تر از این که داور کشتی بشم در واقع فکر میکنم توانایی اینو داشتم که کشتی رو بفهمم. در فهم کشتی هیچ مشکل نداشتم. خب یکی از آرزوهام واقعا بود که کشتیگیر بشم، ولی خب نشد. ولی فکر کردم که میتونم حداقل با داوری کشتی جبران کنم. حدود سال 2012 بود که تصمیم گرفتم برم دنبال آرزو و آرزوی من این بود که فراتر از تئوری و فراتر از حرف به خودم ثابت کنم که من کشتی رو دوست دارم. میخواستم بر ترس هام غلبه کنم، به آرزو هام برسم. اون روزی که درجه ملی رو گرفتم دقیقا یاد روزی افتادم که اولین بار روی تشک کشتی سوت زدم. یاد تمام اون استرس ها، هیجانات و تمام اون مسیری که اومدم. من فکر میکنم توی رسانه خودم توی رادیو سکت کشتی تلاشم این بوده که از این دید نگاه کنم که ما برای رسیدن به سکو موانع خیلی بزرگی رو باید پشت سر بذاریم و همه چیز نتیجه نیست، همه چیز مدال نیست، همه چیز نفر اول بودن نیست. ما باید راه رسیدن به سکو رو بارها تمرین کنیم، بارها از موانع بگذاریم تا ارزش اون کاری رو که به دست میاریم، نتیجه رو که به دست میاریم بدونیم. هر ثانیه های آخر مچکایی از رشیدوف گرفت که منجر به بیرون رفتن رشیدوف از تشک کشتی شد و در واقع رشیدوف کاملا روی کور رفت و دو امتیاز داشت و داور وسط دو امتیاز رو داد. یک جور وظیفه شده برای من، یعنی یک جور قرارداد با خودم هست که باید هر سال مسابقات جهانی یا المپیک رو حضور داشته باشم. وقتی شخصا خودم رو توی مسابقات میبینم
با چالش های زیادی روبرو میشم، با مخالفت ها رو میبینم، برخورد ها رو میبینم و من فکر میکنم با توجه به تجربه ای که از حضور در مسابقات داشتم، بزرگترین مانع رو در جهت پیشرفت، حالا نه فقط خودم، هر زنی در زمینه ای در رشته ای مثل کشتی، من مانع فرهنگی میدونم. کافیه یعنی شما یک زن و یک مرد رو بزنیم که در مورد یک موضوع یا یک مسابقه‌ای بخوان تحلیل کنن، هر دو دانش کافی و یک اندازه داشته باشن، ولی همین که شما زن باشین سریع بهتون شک میکنن که آیا تحلیلتون درسته، آیا دانش کافی برای این کار داریم. الهام پرنیان حیدری بود، اولین داور زن در تاریخ کشتی ایران. و اما پایان بخش برنامه امشب تماشای هنرنمایی بهاره صارمیه که در استودیو با ساز هنگ درام برای شما آهنگ میزنه. خانم ها آقایان، بهاره صارمیه.